گلاس مورفیسم، ترندی که خیلی خیلی زود نزد طراحان گرافیک به محبوبیت بالایی رسید و ما تو این پست میخوایم یکی از راحت ترین روش های ساخت این افکت جذاب رو توی ایلاستریتور به شما آموزش بدیم. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. افکت شیشه یا گلاس مورفیس رو علاوه بر ایلاستریتور میشه توی سایر نرم افزارهای گرافیکی مثل فتوشاپ، ایکسی و فیگما هم طراحی کرد. اما توی هر کدوم مراحل خاص خودش رو داره. توی فتوشاپ یه جوره، توی ایکسی یه جوری، توی فیگما و توی ایلاستریتور هم به همین صورت. اما مراحل کلی کار یکسان هستش که من اینجا به صورت یک لیست اون رو برای شما آماده کردم. پس ما هم مراحل طراحی افکت شیشه رو می‌خوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. اول نیاز داریم یک بک‌گراند داشته باشیم که حالا هر چقدر شارپتر و واضح‌تر باشه برای ما مناسب‌تره و اگر هم رنگ و وارنگ باشه خیلی بهتر. دوم اینه که نیاز داریم از بک‌گراندمون یک کپی بگیریم و از افکت بلار یا بلور یا بلر استفاده بکنیم، حالا هر چیزی که شما اسمشو میذارید. در گام سوم نیاز داریم که اون شیشه رو به وسیله یک مستطیل یا حالا هر آبجکت دیگه ایجاد بکنیم. در گام چهارم باید اون لایه‌ای که کپی گرفتیم رو با این مستطیلی که ایجاد کردیم کلیپینگ ماسک بکنیم که اون بک‌گراند کپی شده در اون مستطیل محدود بشه. در قدم پنجم میتونیم از گردینت استفاده بکنیم و استروک بدیم و دوباره برای همون استروک هم گردینت در نظر بگیریم که اون افکت شیشه‌ای خیلی بهتر خودش رو نشون بده. در گام ششم برای اینکه کار بسیار جذاب‌تر بشه میتونیم از افکت‌هایی مثل نویز یا گرین استفاده بکنیم و در گام هفتم هم میتونیم از سایر المان‌های گرافیک استفاده بکنیم که باعث جذابیت زیاد کار ما بشه و در نهایت هم به همچین چیزی خواهیم رسید. حالا بریم توی ایلاستریتور و این کار رو با همدیگه قدم به قدم جلو بریم و نکات مربوط بهش رو با همدیگه بررسی بکنیم. برای ایجاد گلاس مورفیسم همونطور که بهتون گفتم نیاز داریم که یک بک‌گراندی رو داشته باشیم که من این عکس رو به عنوان بک‌گراندم انتخاب کردم. در طول ویدیو سعی بکنید به پنل لیرز توجه بکنید. من این پنل رو میذارم براتون باز بمونه و شما نگاه بکنید که افکت ها و اون آبجکت هایی که من اضافه میکنم در ادامه ویدیو خب میذارم لایه های بالا یا لایه های پایین قرار دارن. این خیلی مهمه که چه لایه بالا باشه و چه لایه پایین. حتما سعی بکنید که به این پنل لیرز توجه داشته باشین که قشنگ متوجه مراحل کار بشین. در قدم اول که من بک‌گراندم رو داشتم باید بعدش بیام چیکار بکنم؟ از بک‌گراندم کپی بگیرم. من از کنترل C استفاده میکنم که کپی بگیرم و بعد کنترل F رو میزنم که بیاد بالای بک‌گراندم کپی گرفته بشه. ناکنیم الان دوتا بک‌گراند دارم، ایمیج هم شد دوتا، این اصلی بود و این کپی گرفته شده هستش که من گفتم روی کپی گرفته شده کلیک میکنیم و بعدش بعد افکت بلر رو بهش بدیم. میریم سراغ افکت و اینجا بلر رو انتخاب میکنیم و گاشن بلر و منتظر میشیم پنجرش باز بشه و در حدود 20 پیکسل رو من بهش بلر میدم. حالا میتونید عدد بالاتر و عدد پایینتری بستگی به اون بک‌گراندی که دارید انتخاب بکنید و روی اوکی میذارم که اعمال بشه. الان همونطور که میبینید من یک لایه ای از بک‌گراندم دارم که افکت بلر رو بهش دادم، خب و الان یک لایه ای دارم که اون افکت اصلیم بک‌گراند اصلیم هستش، یعنی الان دوتا من لایه دارم. در قدم سوم بعد بیام چیکار بکنم؟ با استفاده از یک آبجکتی، حالا رکتنگل باشه، دایره باشه، هر چیزی، اون شیشه رو برای خودم ایجاد بکنم که من از رکتنگل تول استفاده میکنم و در همین ابعاد میخوام اون رکتنگل برای من ایجاد بشه. الان میبینید که یک رکتنگل سفیدی بالای بک‌گراند و بک‌گراند کپی گرفته شده به وجود اومد. من میرم توی پروپرتیز که یه ذره کورنرهاش رو بکنم، مثلا 35 رو براش در نظر میگیرم و تب رو میزنم که اعمال بشه. الان به نظر من اوکیه. دوباره برمیگردم توی لیرز و این رو الاین میکنم دقیقاً وسط کارم بیفته. بعدش میام چیکار میکنم؟ برای اینکه بتونم در قدم‌های بعدی افکت نویز بدم، رفلکت بهش بدم و کارهای دیگر رو انجام بدم، ازش دوتا کپی میگیرم. این یه دونه و این دوتا. این رو یه ذره میارم این ورتر و این همینجا قرار میدم. یکیش رو رنگش رو چیکار میکنم؟ این رو انتخاب میکنم و میام رنگ مشکی رو براش در نظر میگیرم که در ادامه متوجه خواهید شد که چرا من این کار رو انجام دادم. خب تا اینجا کارمون اوکی شد. نکته‌ای که بعد مد نظر قرار بدید اینه که این رکتنگلی که مشکی رنگ هستش بالای تمامی رکتنگل ها وجود داشته باشه. من الان یه دونه مشکی رنگ دارم و دوتا سفید. در گام بعدی من بهتون گفتم اون بک‌گراندی که کپی گرفته شده رو باید بیاییم محدود بکنیم به اون مستطیلی که به عنوان شیشه میخواد برای من عمل بکنه. من میتونم چیکار بکنم؟ بیام این رو انتخاب بکنم، این هم انتخاب
بکنم با نگه داشتن شیفت. نگاه کنید الان هم ایمیج انتخاب شد و هم رکتنگلی که اول ایجاد کردن. بعدش میام از کلیدهای ترکیبی کنترل به اضافه 7 استفاده بکنم و اون لایه بک‌گراند بلر شده رو محدود بکنم به این مستطیلی که به وجود اومده. الان میبینید که یه ذره اینجا تار شد، اما باید خیلی روش کار بکنیم و کارو طبیعی تر بکنیم. البته قبل از اینکه این کارو انجام بدیم، من کنترل زد میزنم، میتونی بیا این لایه رو انتخاب بکنی به تنهایی، بری توی مثلا قسمت افکت دیستورت و گلس رو انتخاب بکنی که مثلا بتونی اون شیشه رو خیلی بهتر روی کار به وجود بیاری. مثلا به این صورت خب میتونی بیای اسکیلینگش رو زیادتر بکنی. نا کن بافت اینجا رو توجه بکن، خیلی بیشتر شبیه شیشه شد، ولی من حالا فعلا این کار انجام نمیخوام بدم. میتونی این کار رو انجام بدی. پس من دوباره این رو میگیرم، این هم انتخاب میکنم، الان اون دوتا انتخاب شدن، از ایمیج و رکتنگل انتخاب شدن و کنترل 7 رو میزنم که اون لایه بک‌گراندی که کپی گرفتم و بلرش کردم محدود بشه در اون مستطیل اول. فعلا من این کار انجام دادم. در قدم بعدی میام از این مستطیل هایی که ایجاد کردم استفاده میکنم برای اینکه بتونم گردینت بکارم بدم، استروک بذارم و همچنین نویز یا گرین رو اضافه بکنم. پس این رو میارم توی کارم و الاین میکنم که دقیقاً بیفته روی رکتنگلم. من الان یک کلیپ گروپ دارم که اومدم کلیپینگ ماسک کردم و یه رکتنگل سفید دارم که اینجا هستش، این هم میارم میذارم اینجا. روی این کلیک میکنم، میرم توی قسمت ویندو و گردینت یا کنترل F9 رو میزنم، پنجره گردینت برای من باز بشه. در حالی که این انتخاب هستش روی گردینت کلیک میکنم و رنگ مشکی این رو میام به رنگ سفید تغییر میدم و اوپاسیتیش هم میذارم روی 0 و تب رو میذارم که اعمال بشه. اوپاسیتی این هم میام میذارم روی حدود مثلا 35، بستگی به سلیقه داره که چه اعدادی رو انتخاب بکنید. و زاویهش هم میذارم روی 45، میتونید روی 65، منفی 45، 90 اینها قرار بدین. گفتم دیگه بستگی به کار خودتون و سلیقه خودتون داره. بعدش میام استروک رو انتخاب میکنم خب و دوباره روی گردینت میزنم و این بار یه ذره میام اون استروکش رو واضح‌تر میکنم، یعنی اوپاسیتیش رو میبرم بالاتر، مثلا 65 فکر میکنم خوب باشه. اینجا کلیک میکنم بیام ببینم چه بلایی سر کارم اومد. الان یه استروک اضافه شد، ناگهان این خط سفید رنگی که فکر کنم الان اینجا بتونید ببینید کامل. خب حالا میتونید اینجا رو انتخاب بکنید، بیای استروک رو بذارید اینور، یعنی اینورسش بکنید. خب میتونه اینجا باشه، استروک از اینجا ظاهر بشه و در اینجا محو بشه. میتونید این کار رو در نظر بگیرید که حالا من این رو انتخاب میکنم، به نظرم میتونه جذابتر و اصولی تر هم باشه. بعدش برای اینکه کارمون بهتر بشه، خب من میام چیکار میکنم، یه ذره روی کار زوم میکنم که شما بتونید اینجا رو بهتر ببینید. میرم توی قسمت ویندو و استروک و الان استروکش رو میذارم روی اوتساید. خب نکنید من این رو انتخاب بکنم، این رو بذارم روی این ساید، میاد داخل اون استروکی که ایجاد کردم، اما روی اوتساید باشه میره بیرون و این میتونه یه ذره کارو بهتر و حرفه‌ای‌تر بکنه. به طور کلی این ریزه کاری هاست که در افکت گلس مورفیس میتونه کار شما رو خیلی جذاب‌تر بکنه. در این قسمت هم میتونید این ضخامت رو بیشتر و یا کمتر بکنید که من میخوام خیلی ظریف کاری انجام بدم، میذارم روی همون 1 بمونه. خب و یه ذره زوم اوت میکنم که کارمون رو به صورت عینی بتونید اینجا ببینید. بعدش برای اینکه بتونم افکت گرین یا نویزم رو بدم، میام از مستطیل بعدی استفاده میکنم. گفتم توجه داشته باشین که مستطیل سوم و اون مشکی رنگ بالای همه مستطیل ها باشه. اینو میام میذارم اینجا و بعدش الاین میکنم که کاملا وسط بیفته. مستطیلم رو انتخاب میکنم، میرم توی افکت آرتیستیک و اینجا گرین رو برای خودم انتخاب میکنم و با توجه به تنظیماتی که دوست داری میتونی یک نویز رو به کارتون بدید. من گرین رو گذاشتم روی 19، هایلایت اریا رو گذاشتم روی 13 و اینتنسیتی هم گذاشتم روی 10 که حالا میتونی اینها رو بنا به نیاز خودتون زیاد و کم بکنید. و بعدش روی اوکی کلیک میکنم که این افکت برای من اعمال بشه. همونطور که الان دارید میبینید اون مشکی رنگ من تبدیل به یه چیز خاکستری شد و الان اینجا هم دارید این رو میبینید و یه ذره کارو خراب کرد، اون افکت شیشه رو برای من از بین برد. خب من بعد بیام تأثیر این کاری که کردم رو کمتر بکنم، میرم توی اوپاسیتی و مودش رو میذارم روی اوورلی. خب و نکنم الان یه ذره بهتر شد، اما خیلی الان نویزا داره تو چشم من میزنه، به همین خاطر میام اوپاسیتیش رو خیلی کم میکنم، مثلا میذارم روی 15 و تب رو میذارم که اعمال بشه و الان میبینید که خیلی کار میشه گفت جذابتر و حرفه‌ای‌تر شده و اون افکت شیشه‌ای کاملا داره از پس زمینه خودش رو بیرون میکشه. خب اگر من زوم هم بکنم نکنم اون نویز رو میتونید ببینید و واقعا اون افکت شیشه‌ای الان داره به زیباترین شکل ممکن خودش رو بهتون نشون میده. در گام بعدی مثلا میتونیم بیایم چیکار بکنیم، این کارها دیگه
دل بخواهه. میتونیم همه رو انتخاب بکنیم. این ستا رو من انتخاب کردم. کنترل جی میزنم که یه گروه بشه. بعدش میتونیم بیایم از افکت، استایلایز و براش مثلا دراپ شادو در نظر بگیریم. مثلا با اوپاسیتی 75 من اوکی میکنم که این کارو ببینید. الان یه ذره قشنگ قلفتی انگار کنده شده از بک‌گراند. حالا میتونید این کارو انجام بدید. میتونید این کارو هم انجام ندید که من کنترل زد میزنم این کار برای من لغو بشه. بعد حالا میتونید بیاین کار خودتون رو تکمیل تر بکنید. به عنوان مثال من تیر رو از روی کیبورد میزنم که ابزار تکست برام انتخاب بشه و اینجا مینویسم گلاس مورفیسم. خب همش رو انتخاب میکنم. 150 رو براش در نظر میگیرم. ببینم درست نمیشم یا نه. آره. و ازش یه کپی میگیرم و اینجا هم مثلا مینویسم بیت گراف. دو تاشون رو انتخاب میکنم. رنگشون رو روی سفید میذارم و میارمشون توی کادر به این صورت و این هم اینجا میذارم. اینو یه ذره میارم بالاتر و این هم میذارم اینجا. من این کارو انجام دادم. چیزی که الان امروز خیلی ترند شده کارت‌های بانکی هستش که به صورت گلاس مورفیس طراحی میشه و حالا توی سایت‌های مثل فریپی هستش که اکثرا هم پریمیوم هستن و شما بعد اون رو خریداری بکنید. اگر به اونها دقت بکنید نوشته‌هاشون هم گردینت مانندن، انگار شیشه‌ای‌اند. ما می‌خوایم این کارو انجام بدیم. من این رو انتخاب می‌کنم، میرم سراغ آبجکت و اکسپندش می‌کنم. آبجکت و فیل و تیکش رو میذارم باشه و اوکی میکنم. بعدش دوباره میرم سراغ آبجکت و کامپاند پس میک و یا کنترل به اضافه 8 رو میذارم که بتونم به نوشتم گردینت بدم. خب دوباره میرم سراغ ویندو و قسمت گردینت رو اگر من از اینجا پیدا بکنم، آها اینجاست، یا کنترل F9 رو میتونم بزنم. یه این کلیک میکنم. خب اول میام زاویه‌اش رو از بالا به پایین در نظر میگیرم. این رو 90 درجه میذارم و ببینم چطور شد. نکنید الان کار به نظر خیلی شیک و حرفه‌ای داره میشه. البته برای اینکه ابتدای نوشتم خیلی بهتر مشخص باشه اینجا رو کلیک میکنم و این رو مثلا میذارم روی 80. ببینم بهتر شد یا نه. به نظرم خیلی جذابتر شد. میتونید کارهای حرفه‌ای رو انجام بدید. این هم دوباره الاین میکنم برای اینکه بتونم استروک بدم. آبجکت اکسپند اوکی و بعدش کنترل 8 رو میزنم که کامپاند پس بشه. بعدش میام اینجا دوباره همون رو اعمال میکنم. این رو میذارم روی 90 و این هم روی 80. حالا میتونید مثلا این افکت شیشه‌ای رو با این نوشته داشته باشید. البته بذار من اینها رو یه ذره نزدیکتر به هم بکنم که کارو بسیار حرفه‌ای‌تر جلوه بده. این رو یه ذره میارم پایین‌تر و این رو با شیفت و علامت بالا میبرم بالاتر. الان کار خیلی حرفه‌ای‌تر شده. حالا میتونید سایر المان‌های گرافیکی هم به کارتون اضافه بکنید. مثلا چه چیزایی رو میتونید به کارتون اضافه بکنید برای اینکه کارتون خیلی حرفه‌ای‌تر بشه؟ چیزای نوری، لنزهای نوری. مثلا من اینجا یک چیز رو دارم میارم اینجا قرار میدم. ناکن به چه صورت، انگار یه لنز نوری هستش که مثلا میام این رو اینجا قرار میدم. خب و ازش یک آلت میگیرم میارم اینجا که ازش یک کپی گرفته باشم و این هم اینجا قرار میدم. ببینید که چقدر کارو همین چیزی که من اومدم اضافه کردم کارو جذابتر کرد و باعث میشه چش به چیزی که ما اینجا برای خودمون ایجاد کردیم کامل دوخته بشه. یک کنترل صفر میزنم که کارو به صورت اصلی داشته باشی. امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه. سعی کردم نکات تکمیلی ساخت گلاس مورفیسم در ایلاستریتور هم بهت بگم. اگر از این ویدیو خوشت اومده اون رو لایک بکن، کانال یوتیوب بیتگراف رو دنبال بکن و اون زنگوله هم بزن که در سریع ترین زمان ممکن آموزش های ایلاستریتور به دست شما برسه.